امروز ما میخواهیم به شما یاد بدیم که چجوری یه دونه روبریک کیوب رو بسازین. امروز راجع به روبریک کیوب 3 در 3 حرف میزنیم، 3 در 3 که هر صفحهش 9 تا هم خونه داره. چند تا چیز بیسیک رو قبل اینکه شروع کنم بگم اینه که چندین الگوریتم وجود داره برای درست کردن روبریک کیوب. رکورد دنیا 5 ثانیه است، ولی ما تو این ویدیو سعی می‌کنیم یه الگوریتم 7 الگوریتم ساده رو به شما بگیم که بتونین توی 5 دقیقه، اگر خوب تمرین کنین توی 1 دقیقه و نیم درستش کنین. چند تا چیز مهم دیگه این که چند تا حرکت وجود داره برای هر الگوریتم که انجام بشه. مثلا روبریک کیوب از قسمت راست، چپ، صفحه یا جلوی روبریک کیوب، قسمت عقب و قسمت پایین درست شده. بنابراین وقتی من میگم قسمت راست رو به صورت عقربه، به سمت عقربه ساعت بچرخونی، اینوری میشه. وقتی میگم قسمت چپ، حرکت عقربه ساعت اینوری میشه. وقتی میگم قسمت جلو، به صورت در جهت عقربه ساعت اینوری میشه. و برعکسش هم پایین هم به همچنین، یا بالا هم به همچنین. بالا هم عقربه ساعت، عقربه ساعت و برعکسش، برخلاف عقربه ساعت، برخلاف عقربه ساعت، برخلاف عقربه ساعت، در پایین هم برخلاف عقربه ساعت و در جلو هم برخلاف عقربه ساعت. خب حالا دوباره چند تا موضوع دیگه. این که تو هر صفحه ما 9 تا خونه داریم و همیشه بدونی که این خونه وسط هیچ وقت تغییر نمی کنن. تو هم یعنی همیشه این سبز سبز هیچ وقت نمیتونید تغییرش بدین. من اینکه روبریک رو بچرخونید، نارنجی هم همیشه نارنجیه، نمیتونیدش عوض کنید، من اینکه بچرخونیدش. این قسمت های 4 تا رنگ که الان دارم بهتون نشون میدم، این 4 تا میتونن تغییر کنن ولی همیشه همین بغل میمونن. یعنی شما هیچ وقت اینو نمیتونید بذارین اینجا، چون اصلا دوتا یه دیگه از دو قسمت دو صفحه ساخته شده، نمیتونه بره اینجا. و همینطور راجع به گوشه ای، راجع به این گوشه ای ها، اینا که کورنر قرار دارن، اینا همیشه تو همین گوشه خواهند مون. نهایتش از این گوشه میتونه بره تو این گوشه، بره تو یکی گوشه، یا بره تو یکی گوشه، یا بیاد دوباره همینجا، یا اینوری بشه. میبینین ده همیشه گوشه میمونه، هیچ وقت نمیتونه بره این وسط قرار بگیره. اینا همیشه مد نظرتون داشته باشین. اینا این 4 تا همیشه بغل میمونن، یعنی میتونه بره بغل دوباره، اینجا دوباره اینجا، یا بره اینجا، ولی هیچ وقت نمیتونه بره کورنر. خب ما حرکت ها رو به شما گفتم، قسمت ها رو هم بهتون گفتم. میریم که الان اولین الگوریتم رو با هم دیگه شروع کنیم. خب اولین کاری که ما میکنیم اینه که یه سفر رو انتخاب میکنیم. مثلا من زرد انتخاب میکنم، معمولا از سفید میرم، میخواین از زرد من شروع میکنم، فرق نمیکنه. اولین کاری که ما بکنیم اینه که یک به علاوه اینجا درست کنیم تو این صفحه، کل بقیه رو بیخیال شیم، فقط یک به علاوه ما اینجا میخواییم درست کنیم. این به علاوه رو چجوری درست میکنیم؟ گفتم که ما بعد الان فقط به این قسمتهای یا قطعات سایت نگاه کنیم و بغلی نگاه کنیم. میبینیم این ضرب میاد اینجا، میاد اینجا، خیلی راحت. حالا یه ضرب دیگه ما اینجا داریم، میچرخونید میاد وسط، یه ضرب دیگه اون ور داریم. الان میبینید برعکس شد. کاری که میکنیم میتونید شما دوباره بچرخونید، الان اومد بغل و میگردیم دنبال یه زرد دیگه، با هم دیگه پیدا کنیم یه زرد دیگه اینجاست. اینا الان من بچرخونم دوباره برعکس میشه، میبینید، چون این وریه در پایین و وقتی من اینو میچرخونم میارمش بالا برعکس میشه. برای من این کاری که باید بکنیم اینه که الان حالا من یه دونه هم بردارم از اولو. کاری که ما کردیم اینه که یک به علاوه زرد رو تشکیل دادیم. حالا که ما این به علاوه رو درست کردیم، باید نگاه کنیم که من اینجوری کنم، بعد نگاه کنیم که این قسمت با این مرکز، یعنی این سایت با این مرکز یک رنگ باشن. الان نگاه کنیم این الان به علاوه درست کردیم، این الان سبز این قرمز برمرین یک رنگ نیستن، قرمز سبز یک رنگ نیستن، آبی نارنجی و آبی نارنجی آبی. حالا من اگه برعکس بچرخونم،
این نارنجی نارنجی میشه، این اشتباهه، این درسته و این اشتباهه. بنابراین کاری که ما باید بکنیم اینه که این دو قطعه رو در اصل، این دو تا سر جای خودشون هستن، این دو قطعه رو ما باید طوری بچینیم یا به جابجاشون کنیم، یعنی برعکس کاملا بشن. برای این کار خیلی راحت، این طرف راست، حالا میتونیم شما از چپ شروع کنیم، فرق نمی کنیم، یعنی درسته میبرم درسته، فقط چپ و راست میتونیم شما از این سایت شروع کنیم، مهم نیست. اینو کامل میاریم پایین، یعنی 180 درجه میچرخونیمش، میاریمش پایین 180 درجه، دوباره از این بر نگاه کنیم، 180 درجه از این بر، بعد کامل دوباره میچرخونیمش، میاریمش بالا. الان این قسمت آبی درست شد، قرمز درست شد، این ور هنوز اشتباه، اصلا زرد هنوز وجود نداره، ولی این سه قسمت کاملا درست شده. حالا زردمون کجاست؟ زردمون اینجاست، میچرخونش کامل، میاد سمت سبز و دوباره 180 درجه میچرخونیم و خیلی راحت اینو ما درست کنیم. پس بنابراین اولین الگوریتمی که ما هست داریم اینه که یک کراس درست کنیم، یه دونه به علاوه، و این به علاوه باید با این قسمت مرکز هر صفحه همخوانی داشته باشه. خب حالا که ما این به علاوه رو درست کردیم و این قسمت رو هم الائن کردیم، یعنی سر جای خودشون گذاشتیم، ما باید این 4 تا قسمت رو زرد کنیم و این 4 تا زرد هر کدومش باید، مثلا اینجا باید زردی قرار بگیره که این ورش سبز باشه و این ورش نارنجی باشه، و این طرف هم همینطور باید زردی قرار بگیره که این ورش نارنجی و این ورش آبی باشه. این کار خیلی راحته. ما اولی که یه دونه رو انتخاب میکنیم، مثلا همین آبی و نارنجی رو پیدا میکنیم، این قسمت باید بیاد اینجا قرار بگیره، چون نارنجیش هم باید بیاد اینجا، آبیش هم باید بیاد اینجا. معمولا برای اینکه مهره رو یا یکی از این قطعات گوشه رو توی این ببریمش تو اون جایی که میخوایم و ببریمش یا این گوشه یا این گوشه، و وقتی میخوایم صفحه زرد الان بره اینجا، این قسمت زرد باید بیاد یا اینجا یا باید بره اینجا. نها کنیم شما من اگه این وری کنم، نها کنیم یعنی قسمت چیزی بود که ما داشتیم، من اگه این وری کنم صفحه زرد رو این ور بذارم قراره بره اینجا، درسته؟ خیلی حرکت ساده، میچرخونم این میاد اینجا و اشتباه میره بالا. یا مثلا اگه من بخوام این آبی رو ببرم اینجا، نها کنیم میبرمش این بر، این میاد پایین، آبی میره اینجا، دوباره میره بالا. خیلی حرکت ساده‌ایه، فقط چند بار تمرین کنین خیلی راحت میفهمین. بنابراین من میخوام الان یه این مهره رو یا این قسمت رو اینجا قرار بدم، نارنجی، آبی، زرد. زرد باید بیاد اینجا، نارنجی اینجا و آبی اینجا. اینو میچرخونم اینجا به سمت چپ، به سمت پایین، میذارم سر جاش و میفرستم سر جاش. همینطور که دیدین خیلی راحت رفت توی این خونه نشست. همین کار رو برای مهره های دیگه میکنیم. الان اینجا ما سبز، نارنجی و زرد داریم، بنابراین این مهره باید میاریمش مثل اینجا، بعد میانیمش به سمتی که هست، برای این مهره باید بره اینجا بشینه. کاری که میکنیم همونطور که بهتون گفتم، اینا میذاریم تو این خونه، رفت اینجا، اینو میچرخونیم میاد پایین، اینو میچرخونیم به این سمت و دوباره میفرستیمش بالا. حالا بگنیم مهره بعدی رو پیدا کنیم، قرمز، آبی و زرد. خب این اینجا نمیخواد بره، باید بره اینجا، بنابراین همونطور که داره میچرخونیش پیداش میکنیم، میانیمش پایین، میذارینش قراره اینجا بره، میذارینش این گوشه، اینو میچرخونین، اینو میذارین اینجا، اینو میفرستین بالا. و قسمت آخر زرد بعدی کجاست؟ اینجا. این حالا این قسمت یه مقدار سخت‌تره. چرا؟ چون ما زردمون دیگه اینجا نیست، زردمون توی ساید دیگه است. بنابراین کاری که باید بکنیم اینه که یک ذره بدون اینکه نگاه کنین دست من، نگاه کنین چجوری قرار گرفت دست من، یه جوری قرار گرفت این چهار تا رو، این دو ردیف رو کامل گرفت، این اصلا نمیذاره این دو ردیف دیگه تکون بخوره، فقط من دارم با این سمت راست و پایین بازی میکنم که بتونم اینو بچرخونم، اصلا احتیاج نداره به کار دیگه یا کنین. اینو میارم اینجا، اینو میچرخونم، اینو میبرم بالا.
الان قراره این بره اینجا، درسته؟ ما میتونیم این بری بازی کنیم باش. نکنه بعد هی بازی باش بکنی. حالا من برای اینکه راحت تر به شما یاد بدم نمی. الان این رفت اشتباه، رفت سر جاش. باید حواستون باشه، باید رنگ زرد اینجا بیفته. حالا برای انجام دادن این من اون یکی مسیر رو تقیم میکنم. همونطور که بهتون گفتم برای اینکه این رنگ بره اینجا یا مثلا زرد بره اینجا، باید زرد رو اینجا قرار بدین یا زرد رو اینجا قرار بدین. بنابراین من این زرد رو میچرخونم، کامل میبرمش اونور، این رو میچرخونمش پایین. خیلی راحت. الان حالا یه دونه شانسی رفته سر جای خودش، یه دونه شانسی رفته سر جای خودش. من اینا رو پاس میکنم. خب اینا من اینجا در آوردم، این هم به همچنین. خب الان همینطور که میبینین ما یه روبریکی ساختیم که صفحه اولش کاملا همون رنگی که انتخاب کردیم، این قسمتاش همخوانی داره با مرکزا، و این گوشه هامون هم تونستیم خیلی درست و ساده بذاریم سر جایش. همونطور که گفتم پس یک بار تکرار میکنم، میارنش در این قسمت یا در این قسمت که بتونه بره اینجا رنگ زرد، یا اینجا یا اینجا. بنابراین نکنی این ستون رو میایم پایین، یا این ورش یا این ورش. من حالا قبل اینکه شروع کنم یه دونه توصیه به شما بکنم که خود من چجوری یاد گرفتم. من هر هفته یک قسمت، هر سه چهار روز یک الگوریتم رو جلو میرم. چون باید خیلی تمرین کنین که ببینین که باید چیکار کنین که این زرد که این پایین الان قرار بگیره اونجا. بعد یه مدت دیگه ملکه مغزتون میشه، کامل راحت میفهمین. نکنین الان این اینجاست، الان ممکنه فکر کنین خب من اینو باید چجوری بذارمش اینجا، یا اینو باید چجوری بذارمش اینجا. در صورتی که با یک چرخش خیلی ساده اینو میتونین بذارین اینجا، اینو بچرخونین نمیاد. من خیلی راحته و محض اینکه یاد بگیرین میتونین خیلی راحت مهره ها رو توی این گوشه ها و این وسط تغییر بدین. از مرحله 4 به بعد کار سخت شروع میشه. بنابراین این قسمت رو سعی کنین خیلی سریع یاد بگیرین و بگذرین. حالا توی مرحله کاری که ما بکنیم اینه که این ردیف رو کامل درست کنیم، یعنی یه اینو برعکسش کنیم که سبز و نارنجیش درست بیفته. اینجا آبی و قرمز بذاریم که الان میبینین قرمز نارنجیه و قرمز قرمز آبی نارنجی بیفته اینجا که مهرش اینجاست. اینجا باید قرمز آبی باشه و اینجا باید هم سبز قرمز باشه. حالا اینا چجوری درست میکنیم؟ برای این کار دو حالت معمولا پیش میاد که من یکی یکی به شما توضیح میدم. اولین کاری که میکنیم اینه که یه قسمت انتخاب میکنیم، مثلا سبز. بذاری من بهتون بگم، حالا متاسفانه همه من باید یه مقدار تغییر انجام بدم که بتونم به شما راحت. خب الان برای اینکه ما اینو انجام بدیم، ما میخوایم آبی و نارنجی رو درست کنیم. خب من قطعا این پایین پیدا کردم، توی این پایین صفحه پایینی دیگه قطعا اینجا هم میتونه باشه. اگه اینجا باشه باشه شما باید موبش کنیم بیانیش پایین. حالا اینو من آوردمش پایین، اینو من میخوام بزنمش اینجا. من اینو کاری که میکنین، سعی میکنین یه دونه خط اینجا درست کنین به این شکل اول از همه. بعد اینجا به بعد دو راه به وجود میاد. اگه من اینو بخوام اینجا بذارم یه کار باید بکنیم، اگه من اینو میخوام اینجا بذارم یه کار باید بکنیم. دقیقا هم کاراش برعکس هم دیگه است. هیچ، حالا من اینو الان رو صفحه واسه شما این گوشه میذارم که بتونیم ببینین. دقیقا کاری که باید بکنیم برعکسه. یعنی الان من اینو میخوام بذارم اینجا، یه الگوریتم میرم دقیقا برعکس اون. اگه میگم راست بعد اون ویدیو چپ انجام بدین که بره اینجا. خب این کاری که میکنیم الان، این میخواد بره اینجا، بنابراین اینو میچرخونیم به سمت مخالف. اگه بخواد بره اینجا، اینو به این سمت میچرخونیم. خب اینو میره به سمت مخالف، سمت راست میاد پایین، سمت پایین برمیگرده سر جای خودش، دوباره اینو درست میکنیم. سمت راست دوباره برمیگرده سر جای خودش، سمت راست دوباره میره سمت راست. اگه الان دقت کنیم میبینیم که ما این دو جا رو درست کردیم، اینجا رو درست کردیم. فقط تنها کاری که باید بکنیم اینه که این بره اینجا،
این دوتا و برن اینجا. کاری که میکنیم الان میاد پایین، میره سر جاش، میره بالا. یک مثال دیگه من براتون حل کنم. الان این آبی میخواد بره اینجا، درسته؟ ما قرمزو که نمیتونیم بزنیم اینجا، چون آبی قرمزو اینجوری نمیتونیم بشیم. بنابراین بعد یه خط گفتم درست کنیم. اولین خط رو ما درست میکنیم هیر، اینجا. بعد این قرار بره سمت راست، قرار بره اینجا قرار بگیره. بنابراین ما اینو میسرخونیم سمت چپ، راست رو میاریم پایین، برمیگردونیم سر جاش، اینم برمیگردونیم سر جاش، اینو دوباره راست میریم. الان نما کنید دقیقاً مثل همون حالت کورنر رو بجیم. ما اینو میخواییم بذاریم اینجا، اینو میچرخونیم پایین، این دوتا میرن سر جاش و این میره بالا. الان همینطور که میبینیم ما این دو ردیف رو درست کردیم، این دو ردیف رو درست کردیم. حالا مثال دوم اینه که مثلا قرمز وسط، حالا اصلا شما همه اینا به سمت راست هستن، ولی دقیقاً حالا من یه دونه شاید آخری چیز بشه سمت چپ بشه. دقیقاً ولی برعکسش میشه. اگه من میگم اینو به سمت چپ بچرخونی، شما باید بچرخونید سمت راست. اگه اون موقع بعد اینو بچرخونید، اون وقت با این بازی کنید، با این دوتا بازی کنید، به جای اینکه با این دوتا بازی کنید. خب اینو بس میچرخونید به سمت چپ، میاد پایین، میره سر جاش، میره سر جاش، میره راست. دقیقاً دوباره همون حالت. قراره این بره اینجا. حالا اینم من واسه اینجا بجا کنم. خب الان نارنجی و سبز آنتم بر این باشه، اینم میخواد بره اینجا. بنابراین هم توی گفتم سمت چپ یا سمت مخالف طرفی قراره بره، میاد پایین، میره سر جاش، اینم میره سر جاش، یه دونه راست دیگه، میاد پایین و میره سر جاش و میچرخه میره سر جاش. همینطور که میبینید الان ما دو ردیف رو کامل درست کردیم. وقتی که ما این دو ردیف رو ساختیم، سه حالت ممکنه پیش بیاد. اصلا شما راجبه این چهارتا رو فراموش کنید الان. کاری که ما بکنیم که یک پلاس، یک به علاوه سفید درست کنیم. خب برای اینکه به علاوه سفید کنیم، معمولا سه حالت به وجود میاد. حالت اول اینه که یک نقطه سفید داریم. فرض کنید این دوتا یه دو رنگ دیگه، یک نقطه سفید فقط داریم، اصلا به اینا هم کاری نداریم که این چهارتا چه رنگه. اون یه حالته. حالت دوم اینه که ما یک خط سفید داریم. و حالت سوم اینه که ما یک به صورت نمیدونم چی بهش میگن، این شکلی داریم. که حالا مثلا میتونه این شکلی باشه، میتونه این شکلی باشه، میتونه این شکلی باشه، فرق نمیکنه. خب کاری که ما میکنیم اینه که اگر نقطه بود همش یک الگوریتم، هیچ فرقی نمیکنه، همش با یک الگوریتم انجام میشه، فقط تعداد دفعاتی اون الگوریتم رو بعد تکرار کنیم ممکنه فرق کنه. خب بنابراین اگر یک خط بود مثلا ممکن سه بار انجام بدین، اگر یه نقطه بود ممکن مثلا چهار بار بعد انجام بدین، و اگر اینجوری شاید بعد یک بار انجام بدین. خب کاری که میکنیم اینه که در این الان این متخوشبختانه آخرین یا بعد متاسفانه آخرین تیکه است، یعنی من اگه یه حرکت اون الگوریتم رو انجام بدم قطعا این به علاوه رو میسازم. این به علاوه هم اصلا احتیاج نداره که ما به این نقاط فعلا نگاه کنیم. بنابراین فقط اصلا شما اینجوری فقط صفحه رو نگاه کنید که یک به علاوه سفید، اصلا به این نگاه نکنید که این باید با این همخونی داشته باشه یا نه، فقط رنگ سفید. کاری که میکنیم اینه که صفحه رو یک بار به سمت راست، یعنی به سمت عقربه های ساعت، بالا رو موافق عقربه های ساعت، بعد پایین سمت راست رو موافق عقربه های ساعت، بالا رو مخالف عقربه های ساعت، راست رو مخالف عقربه های ساعت، و فیس یا جلومون رو مخالف عقربه های ساعت میچرخونیم. همونطور که دیدین دوباره یه دونه به علاوه ما درست کردیم، بدون اینکه به این قسمت شما توجهی داشته باشین. بنابراین و این به علاوه هم اصلا مهم نیستش که اینا الان با هم دیگه همخونی دارن یا نه، حالا شانسی بهتاشون دارن، ولی اصلا مهم نیست، معمولا هم دارن، اینجوری نیست که نداشته باشن، خیلی خیلی سخت پیش میاد که نداشته باشه هیچی، یا شاید اصلا این ممکن نباشه. بنابراین شما اینو درست کردین. حالا اگه این خط بود کاری که اتفاق میفته، حالا من بذارید من دوباره انجام بدم براتون. نگاه، الان یه خط شد. خب دو ردیف کامله و الان یه خط ما داریم. خب
برای اینکه بنابراین اینو ما درست کنیم چیکار میکنیم؟ همونطور که گفتم جلو، سمت راست، یعنی به سمت عقربه های ساعت، بالا به سمت عقربه های ساعت، راست به سمت عقربه های ساعت، برعکس، برعکس و برعکس. همیشه یادتون باشه وقتی این شکل به وجود اومد، این شکل باید به صورت بالا و سمت چپ باشه همیشه. یعنی شما اگه همین حرکت رو اینجوری انجام بدین به نتیجه دلخواه نمیرسین، بنابراین اینو باید همیشه اینجوری قرار بدین. خب حالا اگر از نقطه شما میتونین به خط برسین، از خط به این حرکت، بنابراین اگه نقطه باشه شما اول یه خط تشکیل میدین بعد این همچین حرکتی انجام میدین. حالا بعد از اینم که یه دونه ما دوباره همون حرکت نا کنین، همونطور گفتم هیچ فرق نمیکنه که چند تاست. بدون اینکه به این گوشه ها دقت کنیم ما یک به علاوه رو ساختیم. حالا میریم سراغ الگوریتم بعدی. وقتی شما یه نقطه دارین فرق نمیکنه که از چه جهتی شروع میکنین، وقتی شما یک خط دارین همیشه سعی کنین خط به سمت شما باشه یا به سمت بالا باشه، یعنی یه دونه به سمت پایین، یعنی هیچ وقت اینجوری نگیرینش خطو، همیشه اونجوری کنین و اون الگوریتم رو دوباره تکرار کنین. اینا رو من سفید کردم. کاری که قراره بکنیم اینه که برای این قسمت اینه که اینا رو با این رنگای این بغل سازگاری بدیم. خب الان همونطور که می‌بینی یه دونش معمولا در بدترین حالات فکر کنم یه دونش حتما میخواد، چون اگه نخونه که شما میتونید بچرخونیش دوباره بیارینش همونجا، بنابراین در بدترین حالات حتما یه دونش سازگاری داره با رنگش. حالا الان همونطور که می‌بینین هیچ کدوم از اینا دیگه همخون نیستن. کاری که ما می‌کنیم اینه که اینو میچرخونیم، آبی، قرمز، هیچ کدوم الان همخونی باز ندارن، در حالت دیگه سبز میچرخونیم. همینطور که میبینی الان سبز و قرمز جفتشون همخونی دارن. پس بدترین حالت اینه که اینجوری بشه، مثلا یه دونه الان آبی همخونی داره و هیچ کدومشون همخونی ندارن. خب ولی اگه ما اینو یه جوری بچرخونیم یه حالتی به وجود میاد که دوتاشون همخونی، حالا این دوتا میتونه یا اینجوری باشه یا اینجوری باشه یا اینجوری باشه. خب اگه اینو به سمت خودت نگه داری باز هم فرق نمیکنه، الگوریتم همونه، هیچ اتفاقی نمیفته، فقط همون کار رو ما دوباره تکرار میکنیم، اضافه کاری داره. الان همونطور که میبینی الان ما اینجوری شدیم، دوتاشون که بغل همان با رنگای پایینیش میخونن. وقتی همچین اتفاقی میفته برعکس دفعه قبل، اینو به دورترین حالت از خودتون میگی، یعنی بالا و سمت راست. هیچ وقت اینجوریش نمیگیرین، شما نکنین الان این اشتباهه، یعنی دور این بعد اینجوری باشه، یعنی به سمت راست و به سمت بالا بعد درست باشه. و وقتی اینجوری شد الگوریتمی که من میگم الانو شما باید انجام بدین. الگوریتم چیه؟ سمت راست رو میچرخونین، به سمت بالا، بالا رو میچرخونین و اینو برمیگردونین سر جاش، اینو دوباره میچرخونین، اینو دوباره میبرین بالا و اینو دو بار میچرخونین، برمیگردونین سر جاش. الان همینطور که میبینین ما به علاوهمون رو حفظ کردیم و اگر این رو به چرخونیم به حالت درست، میبینیم که همه سر جای خودشون قرار گرفتن. ممکنه مجبور بشین این حالت رو دو بار تکرار کنین تا کارتون را بیفته، ولی یعنی درست انجام بدین. تو این قسمت کاری که ما باید بکنیم بعد اینکه این به علاوه رو ساختیم اینه که این چهار تا گوشه رو سر جای خودش قرار بدیم. و این چهار تا گوشه کی سر جای خودش قرار گرفته میشه؟ بدون اینکه شما تو این قسمت، تو این مرحله، یعنی مرحله 6، بدون اینکه به رنگشون نگاه کنین، اصلا مهم نیست که این بالا سفیده یا نه، این میتونه سر جای خودش قرار بشه وقتی که رنگ قرمز، سبز و سفید اینجا باشن. بنابراین این اشتباهه. ما اینجا برای این کورنر آبی سفید و قرمز احتیاج داریم. این اشتباهه. برای اینجا نارنجی، آبی و سفید احتیاجیم، اشتباهه. و برای اینجا سفید، نارنجی و سبز احتیاجیم. این درسته، اینجا درسته قرار گرفته. ببینید اصلا مهم نیست که رنگ بالا چه شکلی، مهم اینه که اون سر جای خودش قرار گرفته. وقتی این اتفاق پیش میاد این قسمت و این مهره درست رو سمت راست قرار میدیم، سمت راست قرار میدیم و به سمت خودمون. خب یعنی سمت خودمون و راست این گوشه. بعد این حرکت خیلی ساده رو انجام میدیم، یعنی شما نکنید این حرکت ها، اولا دقیقا من یه حرکتی واسه سمت راست انجام میدم، بعد دقیقا همون حرکت ها واسه سمت چپ انجام میدم، دوتا حرکته. نکنید
اینو وقتی سمت راست انجام داریم، همچنین درست این ستا باید عوض بشن. الان با این حرکتی که درست میکنیم اینه که ما این ستا رو چهارشون رو با هم دیگه عوض میکنیم. باز هم با توجه به اینکه کی این مهرها سر جای خودشون قرار میگیره، ممکنه این حرکت 2 تا 3 بار یا 3 تا 4 بار تکرار بشه، بستگی داره. یک زمانی هم ممکنه که هیچ کدوم از اینا سر جای خودش نرفته باشه، اون موقع از هر طرفی که دوست داشتین شروع کنین. ولی به محض اینکه یکی از اونها یا 2 تا از اونها سر جای خودشون قرار گرفت، یکی از اونها رو حتما سمت راست قرار بدین، به صفت سمت راست و پایین قرار بدین تا بتونین کارت رو انجام بدین. خب این اولین حرکت، اینو میبینیم سمت چپ میبریمش بالا، برش میگردیم سر جاش، دوباره راست میاد پایین، راست میاد پایین. نگاه الان ما همچنان این به علاوه رو نگه داشتیم، این مهره قیقا سر جای خودش. این قسمت هنوز اشتباهه، چون ما اینجا نارنجی سفید آبی میخواییم. این قسمت هنوز اشتباهه. پس ما دوباره این حرکت رو یک بار دیگه تکرار میکنیم. نفس هم میکنم آرومتر انجام بدم که شما ببینید. بالا رو سمت چپ میچرخونیم، راست رو میبریم به سمت بالا، بالا رو برمیگردونیم سر جاش، چپ رو میبریم بالا، بالا رو برمیگردونیم سمت چپ، میبریمش پایین سمت راست، و اینو برمیگردیم دوباره سمت چپ، اینو میبریم پایین. الان این قسمت دوباره همچنان سر جای خودشه. این قسمت درسته، چون الان ما یه مهره میخواستیم آبی نارنجی سفید سر جاشه، آبی سفید قرمز میخواستیم سر جاشه، و قرمز سفید سبز میخواستیم که سرش برمیگرده. الان همه مهره ما سر جای خودشون قرار گرفتن، با اینکه جاشون، نحوه چیدمانشون، نحوه رنگ بندیشون اشتباهه. تو قسمت 7 کاری که ما باید بکنیم اینه که این رنگا رو، سفیدا رو بیاریم بذاریم بالا که بتونیم مهره رو حل کنیم. اینم خیلی حرکت ساده ایه، فقط هم با قسمت راست و پایین کار میکنیم. اگر شما یکی رو درست داشتین، یکی از رنگا سر جای خودش بود، اونو بذارین سمت چپ، با اون مهره شروع کنین که اشتباهه، فرق نمیکنه. مثلا فرض کنین الان درست، من با این شروع میکنم، یا اگه مثلا این دوتا درست بودن، من با این شروع میکنم. خب کاری که میکنیم چیه؟ اینه که با من الان چون هر 4 تاش اشتباه با این شروع میکنم، فرق نمیکنه. سمت راست رو فقط حرکت اینه، پایین راست پایین چپ. الان من به شما الان نشون میدم، نکنین سمت راست رو میاریم پایین، سمت پایین رو میبریم راست، میبریم سر جاش، میبریم راست، میبریم پایین، میبریم چپ، میبریم بالا، میبریم راست، میبریم پایین، میبریم چپ، میبریم بالا، میبریم راست، میبریم پایین، میبریم چپ، میبریم بالا، میبرین راست. همینطور که دیگه الان این رفت سر جای خودش، خیلی راحت. خب همینطور گفتم، فقط راست و پایین رو حرکت میدیم، فقط هم یه دونه پایین، یه دونه چپ، یه دونه مثلا میره بالا، میره راست، دوباره میاد پایین، میره چپ، میره. از اینجوری یه حرکت کاملا یک نواخته. فقط باید حواستون باشه در آخرین لحظه که این رفت سر جاش قرار گرفت، اینو بچرخونیم میریم بالا، اینو برگردین سر جای خودش. خب حالا همینطور که الان برگشت سر جای خودش، بدون اینکه هیچ چیز دیگه دست من ناخن چجوری گرفتم که بقیه جاها تکون نخوره، خب اینو میچرخونیم میاد سر مهره بعدی. این الان درست شد، میره بعدی. خب الان دوباره همون کار، میاد پایین، میره چپ، میره بالا، میره راست، میاد پایین، میره چپ، میره بالا، میره راست، میاد پایین، میره چپ، میره بالا، میاد راست، میاد پایین، میره چپ، میره بالا و میاد راست. خب الان اینم رفت سر جای خودش، دوباره اینو میچرخونید، دوباره همون مسیر، میاد پایین، میره چپ، میره بالا، میاد راست، میاد پایین، میره چپ، میره بالا، میاد راست. الان دوباره اینم رفت سر جای، حالا دوباره اینو میاریم پایین، میاد پایین، میره چپ، میره بالا، میاد راست، میاد پایین، میره چپ. حالا این درست شد، میره بالا. حالا همطور که میبینین تقریبا واسه ما حاضره، فقط احتیاج داره که قسمت ها رو بچرخونیم به سمت خودشون.